سلام و وقت بخیر. با بخش دوم آخر خط بگون زنده از نور خوش آمدید. سرنوشت جنگ و صلح افغانستان به کجا خواهد رفت؟ شهروندان افغانستان 6 ماه نخست امسال را با سختترین و پرماجراترین روزها سپری کردند. جنگ امسال مخالفان مسلح در برابر دولت افغانستان تا یک دهه گذشته به پیشینه گفته شده است. اکنون 10 ماه از عمر حکومت وحدت ملی در کشور سپری شده است، اما هنوز هم سرنوشت جنگ و صلح این حکومت با مخالفان مسلح ناروشن است. پس از مرگ ملا محمد عمر امیر طالبان و جاگزین شدن ملا اختر محمد منصور به جای ملا عمر و موضع‌گیری تند حکومت افغانستان در برابر پاکستان، ظاهرا همه چیز به حالت اول برگشته است و مذاکرات صلح با طالبان با اما و اگرهای زیاد روبرو شده است. دولت و شهروندان افغانستان طی چند سال اخیر پاکستان را عامل تمام بدبختی ها و نابسامانی های افغانستان می دانند. در همین حال جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور نیز پاکستان را عامل عمده بدبختی و ناامنی در افغانستان می داند. آقای دوستم معاون اول حکومت وحدت ملی شب گذشته پس از برگشت از ولایت فاریاب و ولایت سرپل به کابل در جمع خبرنگاران شماری از مردم گفت با در نظر داشت حمایت پاکستان از گروه های تروریستی و سازماندهی حمله 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل باید این کشور را در لیست سیاه قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور کشور گفت چرا این پاکستان را به لیست سیاه ناقض حقوق بشر درج نمی کنند و بالایش فشار نمی آورند؟ خواهش ما از شورای امنیت سازمان ملل این است که بالای پاکستان فشار بیاورد و دستش را از حمایت تروریستان بگیرد. پس از آن که در ماه گذشته ناامنی در ولایت فاریاب افزایش یافت، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برای پاکسازی این ولایت از وجود مخالفین مسلح به ولایت فاریاب رفت. علاوه بر پاکسازی ولایت فاریاب، برخی مناطق ناامن ولایت سرپل را نیز به کنترل دولت درآورد و شب گذشته دوباره به کابل برگشت. روی همه موضوعات که در واقع در برگرینده نامنی های اخیر در تمام کشور و موضوعات مبهم و ناروشن جنگ صلح حکومت با مخالفین مسلح است، در برنامه کنونی با حضور آقایان علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین و جنرال زلمه وردک آگاه امور نظامی بحث و گفتگو می نماییم. مهمانان عزیز خیلی زیاد خوش آمدید. آقای جنرال اجازه بدین با شما شروع کنیم. اگر زیادم به دور نره، در یکی دو ماه گذشته وضعیت امنیتی در کشور چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخواست به شما به جناب محترم سناتور صاحب، همکاران تلویزیون شما و از طریق تلویزیون شما به ملت در دیده افغانستان سلام و تمنیات میخواد تقدیم میکنم. خود ما شاهد عینی وضعیت تمام افغانستان هستیم که بدبختانه افغانستان، اکثریت قسمت افغانستان در آتش جنگ می سوزند. شهر کابل، خارج از شهر کابل ولایت ها را اگر مد نظر بگیریم، چی شمال است، چی جنوب است، چی جنوب شرق است، چی جنوب غرب است، در همه جا آتش جنگ به اصطلاح شعله‌ور است. همین خاطر هستم که افغانستان در یک حالت بسیار بحرانی قرار دارن. به خاطر چی که افغانستان در طول 13 سال یا 14 سال که قبلا حکومت حامد کرزی بودن، تقریبا 10 ماه میشن که حکومت وحدت ملی به وجود آمدن، تدابیر اساسی امنیت افغانستان به شکل منظم و درست هم ترتیب کرده نتوانستن. به می خاطر هستن که شعله های جنگ در داخل افغانستان روز به روز شعله ورتر میشن. شما میبینین که پولیسوالی ها پای هم دیگر سقوط کرده میرن. مردم بیچاره که شب و روز در تلاش دفاع از وطن هستن، جانهای خود از دست میدن. در پالوی از کسان ملکی بیچاره هم مورد هدف قرار میگیرن، جانهای خود از دست میدن. امروز 6 نفر ملکی در غزنی به اصطلاح مثل انفجار بم از بین رفتن. همچنان مسائل دیگر که موجودیت دارن، شما دیدین که جناب جنرال صاحب دوستم رفتن زحمت کشیدن. خیر ببینن در طول تاریخ یک اولین نفر بلند رتبه مقام دولت بودن که رفتن به اصطلاح در ولایت فاریاب، اما به اساس برآمدن جناب معاون صاحب اول شما دیدین که 20 نفر
سرشان بریده میشه به اصطلاح از بین میرن. زمانی که تدابیر احساسی امنیت دفاعی موجودیت داشته باشه وطن با چنین مشکلات مواجه میباشه. بله، یکی از کارهای که در واقع رهبران حکومت وحدت ملی در 10 ماه گذشته با وجه رئیس جمهور بالاش بیشتر تمرکز داشت پس آغاز گفتگوهای سال با مخالفین مسلح بود و تغییر رویکرد حکومت در برابر پاکستان. با توجه به اینکه 10 ماه از عمر حکومت وحدت ملی گذشت، آنچه که حداقل کارشناسان نظامی و مردم افغانستان هم بالاش تاکید داره ای است که تمامی تلاش های رئیس جمهور برای آوردن صلح نتیجه ای که حداقل نیاز بود نداشت و ما به جایی که حداقل شاهد صلح در افغانستان باشیم، همروزه آنچه که شما هم گفتیم شاهد سقوط ولسوالی ها پیهم توسط و گرفتن ولسوالی ها توسط مخالفین مسلح است. ما میخواهیم در مورد تلاش های رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص صلح هم صحبت بکنیم که واقعا فکر میکنین در کجای کار نقص وجود داشت که تلاش ها تا حالا نتیجه نداده؟ بدبختانه افغانستان یگانه نقصی که در زمامداری امور پیدایش افغانستان داشتن، ما همیشه یک دید به عوض از اینکه یک بار دوبار آزمایش کنیم و بار سیم تغییر مسیر فکر بتیم، ما 100 بار چانس میتیم 100 بار او را آزمایش میکنیم. شما دیدین 21 بار جناب رئیس به جمهور گذشته آقای احمد کرزی با موجودیتی خود امریکا رفتن در میز سگانه شیشتن به خاطر صلح آوردن کدام حاصله داشتن. 6-7 سال ما تقریبا در این جبران و پروسه صلح ماشای انگفته آمدن در جیب های اشخاص گوناگون افتیدن، حتی دکاندار آمدن از کویته به نام صلح پول بردن، بدبختانه کدام حاصله ای ما داشتیم. ببینین حسن گناه از خود ما هستن که چانس اضافه برای حریف مقابل میتن که در ما رخنه زیاد کنن. در جهان دیگر اگر یک بار آزمایش کردن، بار دوم آزمایش کردن، دیدن که او کار حاصله پیدا نمیکنن، تغییر مسیر میتن، تکتیک و طریق دیگر رو به کار میسازن. اما ما هستیم که همیشه مردم میگن که گوشت حیوان بود، به عوض از اینکه ما گوش خود دست بزنیم پشت حیوان دویده را ایستیم، میستن که افغانستان با دچار مشکلات مواجه هستن. بناهن صلح از خود طریقی داره. ما از زمانی که پروگرام صلح در داخل افغانستان آمدن، افغانستان جنگش جنگ داخلی نیست، افغانستان جنگش جنگ نایلان شده با پاکستان است، افغانستان جنگ استخباراتی داره، افغانستان میدان جنگ بین المللی هستند. شما گپای جناب دکتر سیب اشرف غنی رو شنیده باشین که خودش با زبان خود گفت که من افغانستان میدان جنگ مدافع مسئولیت کل جهان است، به خاطر کل جهان قربانی میتن. در اینجا استخبارات مختلف، قدرت های مختلف در اینجا به اصطلاح کشمکش دارن، در اینجا مسابقه دارن، رقابت دارن. بنان پروگرام صلح که به کدام ترتیب باید صلح به وجود بیاد، چرا جنگ دو جانبه معلوم نیستن که مثلا ما واقعا جنگ کت پاکستان مستقیم داشته باشیم، یک دو مملکت دیگه بیاید در مابین ما بشینه مصالحه کنه و صلح رو بود، یا ما این فکر میکنیم که اگر طالب آمد در سر میشی ما مصالحه کردیم در افغانستان آرامش میشه. ما خیلی پیدایش داعش چی فکر میکنین؟ گروه های دیگر زده که در اینجا قرار دارن مربوط به شاخه های مختلف هستن، گروه چی فکر میکنین؟ ما همیشه کوتاه فکر میکنیم، یک جانبه فکر میکنیم، جمع عمومی فکر کردن در ما موجودیت نداره. به می خاطر هستم که ما در تاریکی صلح قرار داریم، سر نخ صلح را پیدا کردن نمیتونیم و روشنی صلح موجودیت نداره. و فکر نمیکنین که حکومت وحدت ملی در واقع سر نخ اون صلح را که شما حداقل یاد کردین پیدا کرده بود و شاهد ای هم بودیم که بر اولین بار گفتگوهای رسمی با مخالفین مسلح انجام شد در حکومت وحدت ملی؟ کدام مخالفین؟ ببینین همیاره در خود مداخل مخالفین طالبان گروپ های متعدد موجودیت دارن، همیاره منصور با بچه ملا محمد عمر زده رئیستن، گروپ داعش مربوط به طالب نیست، حقانی مربوط به طالب نیست، مثلا گلبدین حکمتیار مربوط به طالب نیستن، غیر از گروپ های دیگری که از طرف چچنیا و از طرف ازبکستان، از طرف تاجیکستان و از طرف ایران در اینجا تقویه میشن به خاطر منافع اونها یا منافع بین المللی.
هوری در کجا در نظر گرفتیم؟ بنان ما تا که مسائل اساسی مشکلات پیدا کردن نتانیم، صلح آوردن با یک طالبه که او هم به اثر فشار بین المللی باشه و طالبای باشه که مثلا پاکستان بره سر میز کنه، ما نکنیم که صلح به وجود بیاد. بسیار تشکر آقای جنرال. آقای جمشیدی، در مورد آنچه که از آقای جنرال پرسیدیم، حداقل شما هم در گذشته سناتور افغانستان بودین و به ویژه در بخش امنیتی در کمیسیون امنیتی مجلس سنا کار کردین. در مورد تلاش‌های حکومت وحدت ملی در خصوص سال از شما می‌خوایم بشنویم که فکر می‌کنین واقعا در کجای تلاش‌های حکومت وحدت ملی، تلاش‌های سالش نقص وجود داشت که بعد از 10 ماه همچنان این روند نتیجه نداده تا حالا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب جنرال صاحب و همچنین بینندگان محترم تلویزیون. عرض کنم به حضور شما که پروسه صلح تقریبا از دیر زمانی هست که در افغانستان جریان داره و تقریبا بعد از سال 2005 و 2006 این موضوع مطلب بحث قرار گرفتن و سرمایه هنگفتی هم در ایرا مصرف شد، ولی متاسفانه در حکومت های گذشته هم ما نتیجه ای نگرفتیم و در حکومت وحدت ملی هم که پروسه تعقیب شد با یک سبک جدید، هم یک با وجود این که خوشبینی های ایجاد شد هم ما نتیجه ای نگرفتیم. فکر می کنم در حکومت های گذشته که آقای رئیس جمهور کرزی اداره میکردن، حکومت را رهبری میکردن، ما از دو ناحیه رنج می بردیم در قسمت عدم موفقیت پروسه صلح. اولی که در اون زمان ما یک تعریف مشخص از دشمن تقریبا نداشتیم و در پهلوی از یک هماهنگی جدی در بین سران حکومت اون زمان هم در قسمت مخالفین مسلح وجود نداشت، یعنی دیدگاه ها متفاوت بود و شورای صلحی که هم در نظر گرفته شده بود این هم بسیار یک سطحی در نظر گرفته شده بود و تمام جوانب قضایا مد نظر نبودن. بنابراین از طرف دیگه یک خلای اطلاعاتی کامل وجود داشت. زمانی که هر کشوری در حال جنگ باشه ایجاب میکنه که بخشای استخباراتی بسیار منظم کار بکنه و منسجم کار بکنه و در یک راستا کار بکنه و زمانی که پروسه صلح هم به پیش میره و این پروسه صلح کسایی که پروسه صلح را به پیش میبره باید در هماهنگی کامل با بخشای استخباراتی پیش بره که متاسفانه این موضوع وجود نداشت که در همون زمان ما دچار مشکلات شدیم. حتی آدمای مشهول الهویه ای آمدن به نام نماینده گروه طالبا صحبت کردن، امتیازات گرفتن و حتی جنایات را هم مرتکب شدن. به طور نمونه کسی به عنوان نماینده گروه طالبا یا شورای کویته آمدن، از طریق شورای عالی صلح مدت زیادی را نگهداری شدن و بعد هم با جناب استاد ربانی اونا ملاقات کردن که در نتیجه خودمون فجر ساختن و آقای استاد ربانی را به شهادت رساندن. این موضوع همچنان به پیش رفتن، منتها یک دید واحد پشت سر این پروسه صلح نبود. حتی در حکومت وحدت ملی تا حالا هم نیست. اجازه بدین، در رهبری حکومت وقت رئیس جمهور برداشت خود داشتن از مخالفین مسلح و اعضای کابینش برداشت خود داشتن، شاید معاونین رئیس جمهور برداشت خود داشتن و شورای عالی صلح که وجود آمده بودن برداشت خود داشتن. پس یک نظر واحد که در راستای یک برنامه منظم و مشخص کار بکنه وجود نداشت. بالاخره مصرف زیاد هم شد و رئیس جمهور هم تلاش زیاد کرد، اما ما نتیجه نگرفتیم. حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت وحدت ملی که حداقل در اون زمان ناظر فعالیت های حکومت آقای کرزی بود
و پنداشته میشد که اینا آگاهی کامل نسبت به اوضاع داشته باشه، خب زمانی که اینا مراسم تحلیف را به جا آوردن و زمام امور را به دست گرفتن، بلا فاصله این اولویت کاریشان همین موضوع صلح بود، البته با یک تغییراتی به این معنا که حکومت وقت تلاش داشت که با گروه طالبان مذاکره بکنه، اما حکومت جدید، حکومت وحدت ملی، بر این باور بودن که ما باید نه با گروه طالبان بلکه با کشور پاکستان ما باید صحبت بکنیم، چون گروه طالبان در واقع نه برای خود، نه یک گروه مستقل، بلکه یک گروه هست که توسط استخبارات همسایه ما پاکستان به وجود آمده و بر ازنا کار میکنه و با اینا هستند که جهت گروه طالبان را مشخص میکنه و تعیین میکنه. بله، بس بنابراین رفتن به سوی هماهنگی منطقه. بله، بعد از وقفه کتابش نیم، حالا وقفه کتاب آمده نشست. بازم خوش آمدید شما بیننده آخر خط به گونه زنده از نورسین. آقای جنرال، در مورد عوامل نامنی هم صحبت کردید، میخوایم در مورد صحبت های اخیر معاون اول ریاست جمهوری صحبت بکنید. حالا حداقل شما هم تاکید کردین که جنگ افغانستان تنها ابعاد داخلی نداره، ما در واقع در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان قرار داریم. معاون اول ریاست جمهوری به شدت تاکید کرد که حداقل ما باید از طریق حکومت به سازمان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بکنیم و صحبت‌های در گذشته هم در این مورد وجود داشت و از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل هم خواست که پاکستان به دلیل که افراد ملکی و نیروهای افغان هم میکشن در لیست ناقضین حقوق بشر جا بدن. فکر میکنید که واقعا این کار صورت بگیره و چقدر میتونه نتیجه بده و پاکستان وادار بسازه که دست از مداخلات و حمایت از گروه‌های تروریستی که عملا در افغانستان فعالیت میکنه برداره؟ ببینین، اصلا گفتونم مهان طبعه، اولا ما تایید میکنم به خاطر ازی که در افغانستان یعنی 70 تقریبا 75% مداخلات پاکستان است، دیگه عباد کده زیاد اضافه تر هستن. واقعا انقدر که پاکستان در داخل افغانستان ریشه عمیق دارن شاید دیگران نداشته باشن. چرا در زمان دوران جهاد، زمانی که مجاهدین در پاکستان مهاجر بودن، از اونو هم به اصطلاح کسانی را برای خود کشانیدن که امروز ریشه های عمیق به داخل افغانستان دارن. اما بدبختانه در حکومت زساله آقای احمد کرزی، ما شاید از این نیستیم که یک روز هم حکومت آقای احمد کرزی خسته باشه به شورای ملل امنیت ملل متحد به اصطلاح یا شکایتنامه یا به اصطلاح پیشنهادیه هر چیزی که باشه یه پیشکش کرده باشه. چرا ما نماینده دائمی در ملل متحد داریم؟ ما یک روز گپ نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نشنیده باشیم که اظهارات را که شورای که از طرف پاکستان مداخل افغانستان هستن و اظهار کرده باشیم. در آخر دیدن که خانم رئیس رفتن در داخل پاکستان اظهار کردن که بعضی حملات را که از طرف پاکستان مداخل افغانستان به صورت میگیره برای ما قابل قبول نیست. که من دیروزم در یک تلویزیون گفتن که اگر امریکا واقعا میخواهن که همه تشنجات در داخل افغانستان موجودیت نباشه، یعنی بروز خطر به جهان نباشه، از عمل کار بگیرن، به غرض زدن این چیزا نمیشن، کمکایی را که به پاکستان میکنن قطع کنن. ببینید، قربانی را مردم افغانستان دادن، تجهیزات بردن به پاکستان دادن، تقریبا 650 میلیارد دلار برای خاطر که از اینکه ملانه های تروریسم از بین ببرن و امریکا به پاکستان کمک میکنن. و اقدامات اخیر ایالات متحده امریکا در قبال پاکستان حداقل از دید شما چگونه است؟ 1 میلیارد دلار کمک های سالانه شون را قطع میکنن و خانم رایز حداقل با صدر اعظم پاکستان تاکید هم کرده که اگر به گونه جدی در مبارزه با هراس افغانی در کشورش سهم نگیره و حداقل لانه های تروریسم در خاکش هدف قرار نده، کمک های بعدی امریکا هم به پاکستان قطع خواهد شد. فکر میکنید هم... امریکایی ها حداقل در این مسئله صادق باشن و این مسئله را جدی پیگیری بکنه؟ میبینین در افغانستان بیچاره همیشه افغانستان با هر کس از یک جانب را رفتن هم همیشه بر روی خود دو جانب سیلی خوردن. پاکستانی که پیدا شدن کجا صداقت کردن؟ نمیبینیم به اصطلاح با هر کسی که دوستی کردن در نام دوستی افغانستان زدن، تباه کردن، در بدر کردن، به اسلام میدان معاربه جنگ قرار دادن. واقعا اگر امریکا بخواهند که قدرم کنن
میتونن که امی مشکلات را که امروز در داخل افغانستان چیز کنند حداقل یعنی 50% جلوگیری از تمام مشکلات ها را کرده بتانن. به خاطر اینکه ما واضح مرتن میگم که جنگ تنها پاکستان و افغان ها نیستن، در اینجا جنگ بر قدرت هاست. مصالحه در زمان به وجود میاد که هم بر قدرت ها و هم به تفاهم برسن. ببینین امیال سفیر چین مصاحبه داشتن در قندهار، گفتن که بعد حکومت افغانستان به پاکستان بشینن به یک توافق برسن. وزیر خارجه جرمنی که تشریف آورده بودن همراه جناب رئیس جمهور دیدن، اونا هم یه حرفشان بودن که پاکستان افغانستان به یک توافق برسن. اما پاکستان هیچ وقت به استراتژی خود تغییر نمیتن. جهانیان بر امریکا واضح معلوم است که لانه های تروریسم در کجا قرار داره. امی بن لادن را که نمایشی نشان دادن یا اصلی نشان دادن در پاکستان پیدا شد، در داخل افغانستان پیدا نشدن. بنان جناب رئیس جمهور آقای احمد کرزی در آخر واقعیت ها را گفتن، واقعیت میگن. مسائل در اینجا مسائل بین المللی موجودیت دارن، مسائل نیستن که جنگ دو جانبه باشن، اینجا جنگ چند جانبه هستن. به می خاطر برتن جناب آقای دوستم هم واقعیت میگن، اما واقعیت های دیگر را باید هم ابراز کنم که در اون سمت شمال که در فاریاب با جنگ داشتن، ببینیم طالبای چچنی موجود بود، طالبای ازبکی موجود بود، طالبای ترکمنی موجود بود، طالبای ایرانی موجود بود، طالبای گوناگون در اونجا موجودیت داشتن. گفته میشه لانه تمام اینا هم در پاکستان است. بله حداقل گفته میشه که لانه تمام اینا هم در پاکستان است. نه خیر نیست، بعضی طالبایی که مربوط به پاکستان نیستن مربوط به پاکستان نیستن. حداقل آقای دوستم ماون اول ریاست جمهوری بارا تاکید کرد که یکی از جنرالای آیسای پاکستان را در شمال کشته، که در واقع تمام این نیروهای طالب حمایت میکرد، تشخیص میکرد و مسئولیت حملات ولایت شمال به عهده داشت. دیروز ما در یک تلویزیون مصاحبه داشتیم، یکی از نایب صاحبا گفتن ببینیم که توسط هلیکوپترهای نظامی تجهیزات و سلاح برده میشن به مخالفین دولت داده میشن، یا کی هستن؟ حداقل فکر میکنی این مسئله دقیق باشه؟ ببینی زمانه که یک کسی در پشت تربیون تلویزیون میشینن و یه حرف میزنن، خب حتما کدام سند اثبات شاید داشته باشن. بدون سند اثبات گرد زدن در مقابل تربیون تلویزیون به اصطلاح به نظر من کار خوب نیست. بسیار تشکر آقای جنرال. آقای جمشیدی، در مورد آنچه که آقای جنرال صحبت کرد، به هر حال در جنگ افغانستان، زمانی که افغانستان با ایالات متحده آمریکا پیمان امنیتی و استراتژیک هم به امضا رسانده، حداقل آمریکایی‌ها متوجه است، نه تنها آمریکایی‌ها که در کل جهان متوجه است که یک کشور عملا در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه. آقای جنرال هم تاکید کرد که جهان هم میفهمه که لانه های تروریسم در کجاست و چگونه افغان‌ها قربانی شدن. مسئولیتشون در قبال جنگ و صلح افغانستان چی میشه؟ درست است که افغانستان با ایالات متحده آمریکا پیمان امنیتی امضا کرده، توافقنامه امنیتی امضا کرده. ما یک چیز از یاد نبریم که ایالات متحده آمریکا با پاکستان به عنوان یک متحد استراتژیکی خود نگاه میکنه و در گذشته افغانستان همپیمان استراتژیک با آمریکا نیست. حالا اجازه بدن شما، در زمان جنگ سرد پاکستان بود که در واقع گروه های مجاهدین را بر علیه اتحاد جماهیر شوروی که خاک افغانستان را اشغال کرده بود مدیریت کرد و کمک های ایالات متحده آمریکا را و کشورهای عربی را مدیریت کرد و سرانجام در این جنگ در واقع همون قسمی که مردم افغانستان جهادش پیروز شد و افغانستان را از اشغال خلاص کرد و در واقع در یک محدوده کلان ایالات متحده بود که به پیروزی نائل شد و موفق شد که اتحاد جماهیر شوروی را به زانو در بیاره و اقدامات کردن که در واقع از هم بپاشه و این پیروزی کلان جهانی را که در واقع تبدیل کرد ایالات متحده را به عنوان تنها قدرتی در سطح جهان، اینا به یک نحوی مدیون پاکستان میدانه. خب درست است که افغانستان هم فعلا پیمان امنیتی داره با ایالات متحده آمریکا، اما هنوز هم که ما با شما صحبت میکنیم، زمانی که به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مراجعه بکنید، در اونجا یک نماینده خاص وزارت امور خارجه
ایالات متحده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان است. ای خودش بیانگر ای واقعیت است که هنوز هم ایالات متحده آمریکا به افغانستان از زاویه دید پاکستان می نگره. یعنی اگر واقعا اینطور نبود، می تانست که ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در وزارت خارجه خود که در حال جنگ هست و آمریکایی‌ها بیشترین سرمایه گذاری را در اینجا کرده و سربازانش در اینجا هست، یک نمایندگی جداگانه داشته باشه. اما اینطور نیست. من زمانی که در یک زمانی که به عنوان نماینده پارلمان در یک سفر پارلمانی رفتم به ایالات متحده آمریکا و زمانی که ما رفتیم در وزارت خارجه صحبت کردیم، متوجه قضیه شدیم. من در اونجا یک احساس ناراحتی پیدا کردیم و به یک نحوی ایره هم با مقاماتی که ما همراهشان ملاقات کردیم مطرح کردیم. پس حالا که حداقل ما اون اول ریاست جمهوری هم خواسته که از دست پاکستان باید به شورای امنیت سازمان ملل شکایت شه و جامعه جهانی حداقل اون رو در جلسه سیاه بکنه و ناقض حقوق بشر. فکر میکنین کارساز خواهد بود؟ من میخوام گپ خودم تکمیل کنم. حالا ایالات متحده آمریکا میتونه که به عنوان یک دوست و همپیمان کشور پاکستان و به عنوان یک دوست و همپیمان کشور افغانستان میتونه که نقش سازنده را در این وسط بازی بکنه. همین قسمی که حالا به یک نحوه فشار وارد میکنه بالای پاکستان، کمک های خود را به نظامی های پاکستان به حالت تعلق در آورده و نماینده خاصش هم به پاکستان آمدن، در واقع گپای خوبی زدن با صدر اعظم پاکستان، میتونه که فشار وارد بکنه و به یک نحوه پاکستانی ها را وادار بکنه که سر میز مذاکره بشنه با رهبران حکومت افغانستان و این پدیده ای به نام طالب را، پدیده توریستی را اینا کنار بگذارن و حمایت نکنن. بله، بسیار تشکر آقای جمشیدی. ادامه این بحث پس از یک وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید آقای جنرال. در مورد اختلافات میان گروه طالبان حداقل شما اشارات داشتید، در این مورد حداقل اگر کمی روشلیم بیاندازین، فکر میکنین با توجه به اینکه حالا چند دستگی میان طالبا گفته میشه به وجود آمده و هستن افرادی که در واقع رهبری مولا اختر محمد منصور نمیپذیرن، این چقدر میتونه حداقل تسهیلات ایجاد بکنه برای روند صلح و امیدواری ها وجود داشته باشه که این چند دستگی میتونه حداقل بعضی علاقات گروه طالبا را تشویق بکنه که به روند صلح بپیونده؟ اگر حکومت افغانستان دراحت داشته باشه، میتونم که دمی مسائلی که فعلا به وجود آمدن یک سود بسیار بزرگ را به دست خود بیارم. چگونه؟ متاسفانه که نمیتونم. بخاطر ازی ببینین که امروز در مابین خود طالبان درزی که به وجود آمده به اثر جانشینی ملا محمد عمر که به اصلا برادرش که بچهش به یک جانب قرار دارن و اون رئیس به دیگره که به اسلام جانشین خود اعلان کردن، این می درزی که به وجود آمده عظیمه تانه که حکومت مثل که آقای دوستم اعلان کردن، گفتن کسانی که اگر مخالف عظیمی مسائل هستن در دروازی حکومت بروی تان باز هستن، اگر یا کار کرده درست کرده بتانن میتانن که یعنی تعداد زیاده رو به خود جذب کنن. اما بدبختانه چون در داخل افغانستان حاکمیت قانون موجودیت نداره، قانون به دست زورمنده هستن، در این عدالت واقعی موجودیت نداره. ببینین 80% یا 75% بازم برتان میگم که مردمی که از افغانستان رفتن در پالوی مخالفین حکومت قرار دادن به اثر بی‌عدالتی، به اثر ناموجودیت قانون، همین خاطر هستن که مردم از حکومت فاصله گرفتن. بناهند به کسان دیگر هم هستن که میخواین در افغانستان منافع خود داشته باشن، از این مسائل چون ما بسیار تیز هستن در این مسائل، کوشش میکنن که جانبا رو به طرف خود کش کنن، خصوصا داعش از این مسئله بهره بسیار بزرگ رو به دست آورده. میتن امید به خدا هستن که حکومت ما بیدار شون و عدمی منازعه‌ای که در بین طالبان به وجود آمدن به قسمی اونا سودی رو به دست بیارن که مردم افغانستان از آتش نجات پیدا کنن. بسیار تشکر آقای جنرال. آقای جمشیدی، دید شما چی هست؟ حالا که معاون سخنگوی ریاست جایه هم آقای فیصل هم تاکید کرده که دیگه به پاکستان اجازه داده نخواهد شد که در دور دوم گفتگوهای صلح با طالبا نقش میانجی را بازی بکنه، اولی که چقدر حداقل باور دارین که دور دوم گفتگوهای صلح با توجه به صحبت‌های تند و تیز
رهبر جدید طالبان ممکن است و این گفتگو آغاز شود. در کنار از زمانی که گفته میشه بیشترین نقش و حمایت از طالبان پاکستانی ها داشته، با توجه به اینکه حالا حکومت وحدت ملی موضع خیلی تند در برابر پاکستان داره و تلاش میکنه در گفتگوهایشون تا تاکید میکنه که پاکستان را نقش میانجی هم نته و در واقع در انزوا قرار بده، این روند حداقل آغاز شوه و آغاز هم شوه نتیجه خواهد داد. اولا من هیچ باور ندارم که طالبی وجود داشته باشه که اینا خارج از سیطره ارتش و اسای پاکستان باشه. همی مولوی اختر محمد منصور که فعلا جانشین مولوی عمر شده، نزدیکترین فرد حلقه رهبری طالبان به اسای پاکستان است. موضوع دوم، تمام مجراهایی که طالبان از او تغذیه میشه در کنترل ارتش و اسای پاکستان هست. پس بناهن هنوز هم اختیار به دست پاکستانی ها هست. در این مورد اگه صحبت بکنید آقای جمشیدی، زمانی که دور اول گفتگوهای سال با میانجیگری پاکستان برگزار میشه، چی شد که یک بارگی حداقل همه تلاش ها برهم خورد؟ دور اول گفتگو آغاز میشه با مرگ ملا عمر، در اون زمان مرگ ملا عمر افشا میشه و همه چیز برهم میخوره. خب این یک موضوعی بود که شاید پاکستانیا نتونست که بیشتر از او مرگ مولای عمر را مخفی نگاه بکنه، اما حداقل آقای لودین و دولا لودین از شورای عالی صلح تاکید کرد که پاکستانی ها نخواست که دور دوم برگزار شود. فکر میکنین که در کجا اختلافات میان حکومت و پاکستان به وجود آمد که حداقل نتونستن پاکستان را برای بار دوم تشویق بکنن که دور دوم هم باید برگزار بکنن؟ من فکر میکنم که پاکستانی ها حداقل حکومت ملکیش علاقمندی به ادامه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان داره، یعنی علاقمندی ازیرا داره که طالبا بر سر میز مذاکره بشینه. منتها شما میدانید که در پاکستان حرف آخر را ISI و نظامی های پاکستان میزنه. پس حالا هم دور دوم مذاکرات صلح امکان داره که برای بیفته، اما تا زمانی برای نمیفته که طالبا از این حالت تشدد و پراگندگی خلاص شوه و همهشان به امو مراتب وفاداری خود را به مولوی اختر محمد منصور اعلام بکنه. من پیشتر اشاره کردم که تمام مجراهایی که گروه های یا دسته های طالبا از او تغذیه میشه در اختیار اسای پاکستان است. پاکستانیا اجازه نمیتن که کسایی که بغاوت کردن با مولوی اختر محمد منصور رأی ندادن اینا رشد و نمو بکنه. چنانچه اعمال در زابل خیلی های از اینا تحت فشار نظامی قرار داره و در بعضی از ولایات موی سفید ها را اینا بسیج ساخته که بین از اینا نشست بکنه و اینا را یکی بسازه و وادار بکنه کسایی که مخالفت کرده اینا وفاداری خود را از منصور اعلام بکنه. من باورمند هستم که پاکستانیا یک بار دیگر متقاعد خواهد شد که تحت فشار افکار عمومی در داخل افغانستان و همچنین افکار عمومی در سطح جهان و تحت فشار ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اینا یک بار دیگر دور دوم مذاکرات صلح را با گروه طالبان با حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد. با توجه به صحبت‌های جدی که حداقل رهبر جدید طالبان در برابر حکومت وحدت ملی داشت و آغاز دور اول گفتگوهای صلح را هم در واقع شایعه توسط دشمن عنوان کرد، باید امیدواری باشیم که دور دوم توسط حکومت وحدت ملی گفتگوهای صلح برگزار خواهد شد و ملا اختر محمد منصور که در واقع مخالفت شد در خصوص روند صلح اعلان میکنه حاضر شود که نماینده هایش بفرسته به این گفتگوها. ملا اختر محمد منصور هیچ بیانیه ای را خارج از دید و ایما و اشاره ISI پاکستان انجام نمیده. پس موضع‌گیری که او در اول نطق خود انجام داد و اعلان جهاد کرد بر علیه حکومت افغانستان و یک کمی تفره رفتن از پروسه صلح، ای بر اساس یک پالیسی و تکتیکی بوده و ای موقتی هست، ثابت نخواهد ماند و بالاخره زمانی که پاکستانی ها تصمیم بگیره گروه طالبا امی اختر محمد منصور سر میز مذاکره خواهد نشست. بسیار تشکر آقای جنرال. در یک جمله اگه جواب بدین، آیا خوشبین تامین امنیت آوردن صلح در کشور حداقل در حکومت وحدت ملی باید باشه؟
تا وقتی که وحدت واقعی ملی در مابین مردم افغانستان به وجود نبه، من فکر نکنم که نصلح در اینجا به وجود بیه و نمیگه. بسیار تشکر علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین، با جنرال زلمه مردک آگاه امور نظامی. بسیار تشکر که تشریف آوردین. همچنان سپاس از شما که تا حالا بیننده آخر خط بگونی زنده از نور بودید. تا فرصت بعد خدا نگهدار. بسیار تشکر جنرال. بله.